در بسیاری از جوامع انسانی روحیه ورزش های نظامیگری ریشه عمیقی در فرهنگ اون جامعه هم داره. جنگاوری یا روی های ستیز یا مهارت های نظیر رجزخانی ممکنه در چنین فرهنگهایی تحسین و ترویج بشن. عملیات نظامی در چنین محیط راه حل مناسب یا حتی مرجع مشکلات و موزلات تلقی میشه. گویی پاسخ همه پرسش ها زوره. حمله و تهاجم در این شرایط ممکنه با نامهایی مثل عملیات ویژه نظامی یا حتی برچسبهایی مثل جنگ علیه تروریسم توصیف تلقی بشه و هر گونه تلاش برای زیر سوال بردن نظامی گری نیز بزدلی یا خیانت نامیده بشه در این پادکست به این معزل میپردازیم و بر اساس تجربه گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر نگاهی به راه حل‌های مؤثر می‌اندازیم. با ما باشید. توانا پادکست آفرینش فرهنگی سلحامیز چگونه بدون خشونت دنیای بهتری می‌سازیم متاسفانه افرادی که بیش از همه از پیامدهای منفی خشونت ها متاثر میشن گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان، سالمندان و اقلیت‌های مذهبی، قومی و سیاسی هستند. در بعضی فرهنگ ها خشونت چنان درونی شده که وجود یا پذیرش دیدگاه های آمیز جایگزین حتی برای کسانی که قدرت حاکم و زیر سوال میبرند و خواهان آزادی هستند غیرقابل تصور شده. معمولا وقتی نهادهای مسلح بدون در نظر گرفتن کار کرد و شایستگی اخلاقی اونها و صرفا به دلیل چیزی مانند تعصب یا عرق و احساساتی از این دست مورد ستایش باشن، خواهان سهمی بیشتر از منابع جامعه خواهند شد. استفاده نظامی یا نظامیان از منابع اقتصادی، دستاوردهای نهاد آموزش، فرصتهای سیاسی و شاید خطرناکتر از همه از مذهب نمونه های از این امره. رواج روحیات و اخلاقیات جنگ خواهانه ممکنه با مرد سالاری هم پیوندی مستحکم داشته باشه. اگرچه همیشه اینطور نیست. برای مثال گاهی در برخی فرهنگ ها تنها بعد از انجام خدمت سربازی که یه مرد به عنوان مرد واقعی در نظر گرفته میشه. اما در اینکه جنگ سالاری یا مرد سالاری الزامن و به شکلی اجتناب ناپذیر با هم مرتبط باشن تردیدهای جدی وجود داره. مرد سالاری یا پدر سالاری یه نظام پیچیده اجتماعیه که در اون مردان قدرت رو در اختیار دارن و اغلب نقش و انتظارات جنسیتی سنتی به گونه که اونها رو در مقام تصمیم سازان اصلی قرار میده. نظامیگری به ویژه اون زمان که جنگیدن به نیروی بدنی زیاد نیاز داشته باشه میتونه با ترویج نگاهی که مردان و به عنوان جنگجو و مدافع در نظر میگیره این نقشای جنسیتی رو تقویت کنه در حالی که زنان اغلب به نقشای حمایتی سوق داده میشن شاید به همین دلیله که از نظر تاریخی بیشتر ارتشها نهادهای نظامی تحت سلطه مردان بودند و مردان اکثر های رهبری را هم به خودشون اختصاص دادند این گونه است که به تدریج تصورات قالبی و عمومی درباره معنای مردانگی رواج پیدا میکنه و نسل به نسل باز تولید میشه. به نوعی که دیگه هیچ پرسش یا شکی درباره انتظاری که از مرد واقعی یا زن واقعی میره وجود نداشته باشه. در چنین حالتی مردانگی پرخاشگرانه با ایدئالهای مرد سالارانه ی رفتار مردانه همسو میشه و مفاهیم سنتی رو در مورد معنای مرد بودن تقویت میکنه. به نظر میرسه متاسفانه چنین فرهنگی میتونه منجر به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت جنسی علیه زنان هم بشه خشونتی که در قیاب ایده ها یا راه حل های جایگزین به تدریج حتی توسط زنان هم ممکنه توجیه بشه از اون سو این احتمال هم وجود داره که گروه هایی بخوان مسائل اجتماعی رو نظامی یا پلیسی و به اصطلاحی دیگه امنیتی کنن فایده این کار برای اونها اینه که در چنین روی کردی نظامی گرایان در مرکز تصمیم گیری های اجتماعی باقی خواهند موند و تسلط خود را به شکلی ظاهرا موجه حفظ خواهند کرد. نباید چنین گمان بشه که با افزایش برابری زنان و مردان یا گسترش ورود زنان به عرصه نظامی روی کردهای خوشونتامیز الزامن کاهش خواهند یافت. در دهه های اخیر مشارکت زنان در ارتشها بیشتر شده اما درباره تاثیر این مشارکت در کاهش رویکردهای های نظامی گرایانه تردیدهایی وجود داره باید به این نکته مهم توجه کنیم که وقتی خشونت میان یا درون کشورها به عنوان پاسخی ساده و سرراست به مسائل اجتماعی تلقی میشه شرایط به سرعت خطرناک خواهد شد به نظر میرسه این تصور که روی کردهای نظامی مانند سرکوب و خفقان راه حل مسائل اجتماعی فرمول فجایع بزرگ بوده. ممکنه با شنیدن عنوان روش های خشونت پرهیز برای حل و فصل تضادهای موجود در اجتماع تصور بشه افراد بسیاری با اون موافق یا حتی به اون مشتاق بشن. اما این تصور همیشه درست نیست. تجربیت فعالانی که روش های خشونت پرهیز رو در نقاط مختلف ترویج می نشون میده که چه اندازه این روش ها با چالش روبرو میشن. برای مثال گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر یا ایزمیر آی آی به چند مورد از این چالش ها اشاره میکنه. جدا از فرهنگ مرد سالاری که میان بعضی از مردم رواج داره، کنشگران این گروه بر این باورن که بسیاری اصلا این چنین روی کردهایی رو جدی نمیگیرن. در واقع بسیاری ممکنه خشونت پرهیزی رو ناشی از ترس، ضعف یا ناکارآمدی تلقی کنند. از سوی دیگه این کنشگران دریافتند که بعضی جنبش های معطوف به برابری خواهی زنان ممکنه با روی کردهای خشونت پرهیز همدلی بالایی نشون بدن. بر اثر برگزاری دوره های آموزشی توسط این گروه، زیر سوال بردن خشونت به عنوان یه راه حل برای بسیاری از زنان شرکت کننده به یک اولویت تبدیل شد. گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر با شرکت در دوره های آموزشی و استفاده از مربیان از جمله مربیان آلمانی به تقویت روی کرده خشونت پرهیز ادامه داده و خودش هم کارگاهی در این زمینه در ازمیر و نقاط دیگه ی ترکیه برگزار کرده. اونا همچنین با برگزاری راهپیمایی ها، سمینارها، انتشار جزوات و برقراری تماس با گروه های حقوق بشری و احزاب سیاسی تلاش های خودشون رو گسترش دادن. این گروه بر خشونت پرهیزی به عنوان امری که در تمام سطوح از جمله رفتارها و اعمال فردی باید مورد توجه باشه تاکید داره. استراتژی اصلی در اینجا اینه که خشونت پرهیزی راهیه که در اون میشه انواع نابرابریها و تبعیضها رو کاهش داد تا زمین ساز توسعه اجتماعی و سیاسی بود. بنابراین اصل اساسی اینه که عدم خشونت آرزویی برای آینده نیست بلکه از همکنون ابزار دستیابی به اهدافی ارزشمنده. در بعضی مناطق بسته به نیاز محلی این گروه کار خودشو بر مشکلات اجتماعی خاصی متمرکز کرد که حل و فصل اونها بسیار دشوار به نظر می رسید. به عنوان مثال در دیارباکر، نیاز به یادگیری درباره توسعه راه حل‌های های غیر خشونت آمیز برای پدیده های منفی مانند قتل ناموسی و خشونت علیه زنان بسیار بالاست. مربیان خشونت پرهیز ازمیر به مشکلی دیگه در مسیر گسترش روش های خشونت پرهیز هم اشاره می که به نظر می به طور مرتب مانعی در مسیر فعالیت های اونها ایجاد کرده. اونا میگن گروه های ترویجگر عمر چندانی ندارن و اعضای اونها بعد از مدتی از فعالیت باز میمونن جا انداختن فرهنگی که در تضاد با ارزش های سنتیه به خودی خود بسیار مشکل و زمان بره چالش های متعدد داخلی و خارجی هم بر دشواری مسیر کنشگران می افزایه. یکی از این چالش ها سرکوب کنشگران توسط حکومت هاست. گروه ازمیر برای مثال از توقیف بخشی از انتشاراتش توسط پلیس ترکیه میگه. البته چنین چیزی منحصر به ترکیه نیست. نیروهای امنیتی و نظامی که ممکنه تداوم منافع خودشونو در بالا نگه داشتن سطح تنش بیابند با سرکوب و خشونت شامل دستگیری و آسیب فیزیکی یا صرفاً با تهدید فعالان میتونن مانع کنشگری اونها بشن. گفته شد برخی افراد ممکن تاکتیک های ای یا خشونت آمیزتر رو مؤثرتر یا ضروریتر بدونند. به همین دلیل، مدافعان خشونت پرهیزی اغلب برای به دست آوردن و حفظ حمایت عمومی کار سختی در پیش دارند. به علاوه فعالیت های غیر خشونت آمیز به منابعی مانند بودجه، حمایت سازمانی یا کمک های نیاز داره. کمبود منابع از جمله منابع انسانی اون هم در شرایطی که تهدیدهای علیه این گروه ها وجود داره میتونه مانع از اثر بخشی اونها بشه و توانایی اونها رو برای رسیدن به اهدافشون محدود کنه از جمله منابع مورد نیاز دیگه پوشش رسانه‌ایه ایده های خشونت پرهیز ممکنه برای به دست آوردن پوشش رسانه منصفانه و دقیق که میتونه درک و حمایت عمومی رو شکل بده دچار مشکل بشه. سوگیری رسانه ای میتونه اعتبار جنبش های را رو تضعیف کنه. به ویژه وقتی به نظر میرسه اخبار بد و سوء به سرعت شایع میشه و ایده های طرفداران کمی داره. همونطور که نمونه کنشگران ازمیر نشون میده، علاوه بر اینها حفظ انرژی و روحیه افراد هم چالشی اساسیه. دستیابی به تغییرات اجتماعی یا سیاسی قابل توجه از طریق روش های غیر خشونت آمیز اغلب مسلزم تلاش مداوم در یک دوره طولانیه. حفظ انرژی و انگیزه فعالان در طول زمان میتونه چالش برانگیز باشه. شکاف های درون جنبش ها که ناشی از تفاوت احتمالی در استراتژی، ایدئولوژی یا اهداف اوناست میتونه انسجام و اثر بخشی اونها رو تضعیف کنه و در مقابل یافتن زمینه های مشترک و حفظ وحدت ممکنه چالش برانگیز باشه. ایجاد چالش های حقوقی و فشار بر کنشگران با ظاهری قانونی خود راه دیگری برای فرسوده کردن و اختلاف افکنی میان افراده. قوانین محدود کننده، دستگیری و دادگاه هایی که بر اساس اتهامات مبهم برگزار میشن نمونه چنین موانعی هستند. عوامل خارجی نیز بر سرنوشت تلاش های خشونت پرهیز تاثیر داره. تنش های بحران‌های بحران های اقتصادی یا بلایای طبیعی و همچنین وقوع جنگ یا پیدایش گروه های افراتی همگی میتونن توجه و منابع رو از اهداف خشونت پرهیز منحرف کنن و چنین رویکردهایی روی کردهایی رو غیر سازنده جلوه بدن. از سوی دیگه تاکتیک مانند اطلاعات نادرست، نفوذ یا دستکاری افکار عمومی یا حراس افکنی و نفرت پراکنی جنبش های غیر خشونت آمیز رو تضعیف می مقابله با چنین اموری به هوشیاری و انعطاف پذیری بالایی نیاز داره با نگاهی به موارد ذکر شده شاید بشه گفت در مجموع مقاومت اجتماعی در برابر تغییر کماکان احتمالا بزرگترین چالش در برابر روش های خشونت پرهیز توسعه اجتماعی و سیاسی باقی خواهد موند به عبارت دیگه باید گفت آموزش مدنی و اقناع عمومی مردم و ساخت اعتماد میان اونها ارزشمندترین ترین چیزیه که برای داشتن جامعه ای بدون خشونت باید برای اون تلاش کرد. خب عزیزان از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو در وبسایت آموزش کدی توانا به نشانی توانا بخونید سربلند و پیروز باشید.